خوبی چطوری چه خبر؟ اگه تازه وارد کانال ما شدید، من پریسا هستم و خیلی خوش اومدید به کانال ما. امروز می‌خوایم جشن یکا شدنمون رو در کنار هم بگیریم، چون این یکا شدن فقط واسه من میدونم باعث خوشحالی نیست و این هزار نفر باید در کنار من این خوشحالی رو جشن بگیرن و توی این خوشحالی کنارم باشه. اول از همه بگم که یک هدیه خیلی ناقابل در نظر گرفتم و آخر ویدیو میگم شرایط شرکت کردن برای این مسابقه چه جوریه که اینو تقدیم به اون شخص برنده بکنیم. و حالا راجع به کانال یوتیوبم بگم که من 9 ماه پیش کانال یوتیوبو زدم و با وجود دوربین نداشتن، یک خونه معمولی داشتن، خودم یک آدم معمولی بودن شروع کردم. گوشیم آیفون 11 و خب با گوشی من فیلم برداری میکردم و خب کیفیت دوربینو اصلا نداشت. خونم یک خونه کاملا معمولی بود و نه خونه لوکس بود، نه خونه خیلی شیک بود. همه چیز خیلی معمولی و هیچ وقت خودم تصور نمیکردم که به این رقم برسم و بتونم این همه آدم رو کنار خودم نگه دارم که خیلی برام با ارزش هستن. دی ماه بود که یک شب دقیقا رو مبل نشسته بودم و داشتم به همسرم گفتم که دیگه دلم نمیخواد ادامه بدم، هر چقدر دارم ویدیو تولید میکنم نهایت 20 نفر 10 نفر هر هفته دارم منو سابسکرایب کنم، او چقدر طول بکش تا من به 1000 نفر برسم تا بتونم به درآمد اندکی برسم. البته که هنوزم نرسیدم و هنوزم اون شخص مورد نظر رو پیدا نکردم، اما به هر حال و اون شب گفتم که دیگه نمیخوام ادامه بدم و میخوام زندگی عادیمو پیش ببرم و یا جورای تنبلی هم البته اومده بود سراغم. اما همسرم گفت تو الان دوتا راه داری، یکی این که همین الان تموم کنی و به زندگی معمولیت برگردی، ولی دومی راحت اینه که ادامه بدی و صبر کنی تا مرداد ما ببینی به اون 1000 نفر میرسی یا نه. اگه برسی که قطعا یه شادی خیلی بزرگه، اما اگه نرسی حداقل میدونی که تلاشتو کردی. و همون موقع یه عالمه انرژی سمت من اومد که باعث شد ادامه بدم و اصلا باور نمی کردیم هیچ کدوممون که توی خرداد ماه ما به این رقم برسیم، چون هر چقدر حساب کتاب می کردیم توی ماهای گذشته تا مرداد ماه نمی رسید حتی به 1000 نفر و این خیلی برای من خوشحالی بزرگی بود. اما از اون طرف اون اول همسرم مشوق من بود، اما بعد یه مدت کامنت های پر از مهر و پر از انرژی شما بود. من با وجود اینکه 1000 تا سابسکرایب دارم اما ویدیوام خیلی بازدید داره و این خیلی بیشتر برام با ارزشه. کامنت هام در حد 50-60 تاش جوریه که یه یوتیوبر خارجی که دنبالش میکنم و 400 تا سابسکرایبر داره اون کامنتاش به 40-50 تا میرسه. یعنی تصور کنید مهربونی شما چقدر زیاد بوده و این دوران چقدر به من انرژی مثبت داد و چقدر این انرژی مثبت اومده سمت خودتون. اینو هیچ وقت از یادتون نبرید، مهربونی خودتون برمیگرده سمت خودتون. اما به هر حال من یکی از اهداف امسالم 1000 نفر سابسکرایب بود که خدا رو شکر توی ماه دوم بهش رسیدم. البته خودم هیچ کاری نکردم، خیلی درسته خیلی زحمت کشیدم، خیلی وقت دوربین دستم بود، خیلی وقت
خواستم گریه کنم، مخصوصا روزهای قبل از عید که هر روز ولاگ داشتیم صبح با استرس بیدار می‌شدم. اما تمام این چیزا رو از دید شما قایم کردم و فقط خواستم اون انرژی مثبت رو بهتون بدم. فقط خواستم بهتون بگم که میشه هر روز شاد بود. حتی الان تصور کنید من توی دوران PMS هم هستم، اما الان انقدر خوشحالم چون خودم حال خودمو دارم خوب میکنم و البته دارم کنار شما این جشن رو میگیرم. ببخشید پر حرفی کردم، امروز یه عالمه کار زیاد داریم بکنیم. اول از همه میخوام کاپکیک‌های رژیمی درست کنم که دستورش رو توی دیسکریپشن میذارم و من حالا توی فیلمم نشون میدم روند آموزشش رو و یه سه جای خیلی قشنگ میخوایم بریم که با هم این روز رو جشن بگیریم. خب چیزا که خرید گرفتیم، قهوه فرانسه برای فرنچ پرس و قهوه سازم که حالا میخوام درش بیارم، کنجد، این نگت میگو که میخوایم ناهار درست کنیم و این شیر نارگیل خیلی خوشمزه است واسه قهوه. یه ذره بریزید به جز شیر پاستوریزه، اگه از این شیر نارگیل بریزید خیلی شیری میشه، خیلی هم خوشمزه میکنه. و این آیس کافی هم میفرمایم و این سیروپ کارامل که دوباره واسه قهوه گرفتیم واسه لاته خیلی خوشگله، خوشمزش میکنه. و جوی دو سرپرک نزدیک خونمون بود و من نمیدونستم، کلی طعم مختلف هم داشت، دیگه از به بعد اوتمیل به غذام اضافه میشه چون جوی دو سرپرک اوتمیلش خیلی خوب میشه. حالا مافینم که درست کنم با همین درست میکنم. الان هم که دیگه دارم سیب زمینی درست میکنم با میگو سرخ شده، اینم شکسته تا یکی جدیدشو بخرم. یک را شدی واقعا؟ نه برو بس برو بزن میافته؟ خاموش نه خب ما از خرید اومدیم و کافه یام که رفته بودیم مهمون من بودم و می‌خواستم این جشن رو در کنار هم بگیریم. البته که درآمد من هنوز اونجوری نشده که میلیون ها تو حسابم باشه، یه درآمد خیلی کم، حتی نصفش هم امشب رفت و می‌خواستم مانتو بخرم، ولی پارچه فروشی خیلی خوب پیدا کردیم توی همون پاساژی که
هستش تو کرج، پاساژ یادما، یه پارچه فروشی خیلی خوبه و من اصلا هیچ وقت آدرس نمیدم وقتی تو کرج خرید میکنم. نمیدونم چون هیچ وقت تصور نمیکنم از کرج کسی بازدید کننده باشه و نمیدونم دلیلش چیه. ولی از این به بعد آدرس ها رو بهتون میگم. از برج یادما توی آزادگان تو طبقه هم کفش اون پارچه فروشی خیلی خوبه داره که یه دونه از این چیزا سارافونیا نمیدونم اسم دارن حلقه‌ای خریدم. یه شومیزم از قبل خریده بودم پارچش، اونم مامانم داره میدوزه، اینم مامانم میدوزه ولی پارچش رفت خونه مامانم اینا. بعد رفتم اون مانتو فروشیه که یه بارم پالتو ازش خریده بودم، چیز خوبی ندیدم راستش. ولی از همون برج یادما طبقه زیرزمینش ایکیا هستش، این اودا رو خریدم و این اود لایم خیلی خوشبوه، من این اودو خیلی دوست دارم. یه سری اودا هستش اینجوری گرده، بوهای مختلف داره، اونا هم هست ولی من خودم راستش این لاین رو خیلی بیشتر دوست دارم، چون اولم که اود خریده بودم همین لاین بود و روزای دلنشینی بود برام، به خاطر همین خیلی خوبه. و یه چیز خیلی خوب خریدم آخرین لحظه، راستش این اود رو خریدم 20,000 تومن و این مجسمه خیلی خوشگل کوچولوه. اینم خریدم 48,000 تومن واسه کتاب خونه و با پول خودم خریدم. و من قبلا خب سر کار رفتم، چه 18 سالم بود چه همین تا 2 سال پیش، این حقوق هایی داشتم و اصلا ایدی هایی داشتم که خیلی خوب بودن، ولی راستش این خیلی بیشتر به هم میچسبه، این انگار دسترنج یک سالمو دارم میبینم و امیدوارم واقعا همین جوری پیش بره، ازش کم نشه و بتونم واقعا به بقیه کمک بکنم. اینم از جایزه‌مون که بولت ژورنال با من زندگی کن که بولت ژورنال 3 ماه هست و آماده است. من تاییدش میکنم، بولت ژورنال خیلی خوبیه و برای شرکت توی مسابقه اینه که منو سابسکرایب کنید، لایک کنید و توی کامنت ها یا پیج اینستاگرامتون رو بذارید که اگر دارید حتما اونو بذارید، اگر ندارید آدرس جیمیلتون رو وارد کنید که یک راه ارتباطی با هم داشته باشیم. و اینکه تا جمعه 7 خرداد ماه مهلت دارید توی مسابقه شرکت کنید، من شنبه 8 که ولاگ بگیرم براتون قرعه کشی میکنم. فقط حتما یادتون باشه که سابسکرایب کنید، چون اگه سابسکرایب نکنید من متوجه میشم و از این قرعه کشی حذف میشید. اینم از این موضوع و دیگه من هیچ کار دیگه ندارم الان، دلم خواد همین الان واقعا آرشم رو پاک بکنم و زود بخوابم که صبح زود بیدار بشم، چون این دو روز خیلی سرحال نبودم، صبح زود نتونستم بیدار بشم. همین، خیلی ممنونم از همراهیتون، خیلی ممنونم از اینکه کنارم هستید بودید و انشالله لیاقتش رو داشته باشم که کنارم بمونید. ممنونم و مواظب خودتون باشید. خدافظ.